سلام، یه دستگاه دیجیتال زخامت سنجی رنگ ماشین گرفتم، میخوام ماشین رو پولیش کنم از این به بعد بتونم زخامتش هم چک کنم. باش از دیجیکالا خریدم، تقریبا یه تومن تخفیف بود، 5 خورده بود، 4.5 خریدم مثل اینکه. بعد مسته که اسمش، ولی هیچ چیزی اسمی روش نداره، فقط میبینی چاینا داره، سی تی سفت هم مثل اینکه مدلش. گوشتی و طرف دهنش و بندش و و این دوتا برای کالیبرش هم فلز دن که این ورقه رو روش میزنیم، زخامت های مختلف داره، باش میتونیم زخامتش رو بگیریم کالیبر کنیم. یعنی در از این هم باز خود دستگاه دو تا باتری میخوره، آره مستکه اسمش، مستکه سی تی سیف دو. یه سری از این دستگاه فقط میلیمتر بهتون میده، ولی میکرون هم میده، که توی زخامت رنگ ماشین میکرون مهمه، برای تشخیص رنگ در اصل استفاده میشه این کارا دیگه. خب دوباره دستگاه روشن میکنم، جاکنی یعنی روشن میشه، 5 ثانیه میشمارم، آماده است. چیزی که داد صفر بود، حالا این 50 میکرون یعنی میذاریم. کوچولو خطا داره، حالا اینا باز میشه کالیبره کرد. و مثلا بریم سراغ 247. کاش اینا رو توی یه دونه بسته بندی میذاشت، دونه دونه جدا باید در بریم. خب میریم برای 235. خب برای کالیبره کردنش هم دستا رو روشن می‌کنیم، با میتونیم 5 ثانیهش رو بشمارم، دکمه کالیبره رو نگه می‌داریم، اینجا کانتینیوس کالیبره میاد. بعد باید از این قسمت هم همیشه پایین ترین قسمت بگیر که صاف بشین روی صفحه. اینو که می‌زنیم ببینید خودش صفر نشون، حالا اگه صفر هم نبود این دکمه رو که بزنیم خودش صفر میکنه دوباره. و به ترتیب از کمترین شروع میکنیم میریم به بالا. این 50 خودش هم گفته مثبت منفی 1% خطا میتونه داشته باشه، اینو میزنیم 50، مثلا اینو بزنیم خودش دوباره صفر میکنه 50 میشه. بعد 102 خودش صد میشه، اصلا لازم نبود کالیبره رو بزنیم. اگه خطا داشت دکمه کالیبره رو که بزنید خودش رو همون رقم وامیسته. 247 فوت دار 250 داری نشون، اصلا بزنید کالیبره هم 250 میشه دوباره کالیبره شو همینه. و
این هم 499 هم دقیقا همون چیزی که بوده نشون دارم. مثلا میتونید این هم بزنید ریست شه و باید دقت کنید چیزی هم بینش نباشه، اون موی پرزی چیزی بین تعلق و اون فلزمون نباشه صفحمون. این هم که 1000. حالا رو ماشین هم تست میکنم، باز ویدیوشو بهتون نشون میدم. و با اینم دوباره واحد زیگیریش عوض میشه. با دکمه پاور بزنیم چند بار مودم بزنیم سینگل و کانتینیوس میشه. نگرانم داریم که خاموش میشه. خب این قبل از پولیشه. اینجا میبینید یه مقدار خش داره، حالا توی ویدیو بکنم خیلی تابلو تره. باز دوباره اینجا هست، هولوگراماش هم نمیدونم مشخص نمیشه تو ویدیو، یه مقدار مثلا اینجا میبینید حالا که خشش مشخص. هولوگراماش قبل از پولیش. این هم دستگاه ضخامت سنجی که خریدم. الان ضخامت این معمول با این مقایسه میکنیم ببینیم تغییری کرده یا نه. 122 123 110 123 132 120. ضخامت رنگ خلاصه هیچ تغییری نمی کنه. من اینکه با زبر خیلی بیاد جونش بیفتیم یا سنباده مثلا نرم بزنیم.